بینندگان عزیز تلویزیون راه سلام و درود بر شما من داریوش ارجمندی به اتفاق همکارانم برنامه امروز چهارشنبه 28 شهریور 97 برابر با 19 سپتامبر 2018 رو تقدیم حضورتون میکنیم در برنامه امروز همکارم ارجنگ بامشاد مروری خواهد داشت به اهم رویدادهای سیاسی هفته و در دنباله برنامه هم در گفتگو با روبن مارکاریان نگاهی خواهیم داشت به توافق اخیر دولت های روسیه و ترکیه در مورد حمله به منطقه ادلب در سوریه و دور زدن جمهوری اسلامی در همین زمینه و همچنین شکست سیاست های منطقه‌ای رژیم و نتایج فاجعه بار اون برای مردم ایران همچنین در دهمین ده سالگرد بزرگترین بحران اقتصادی نظام سرمایهداری در دوره پس از جنگ جهانی دوم زمن مروری بر دلایل ساختاری پیدایش این بحران به آموزه های ده سال اخیر برای طبقات فروده است در کشورهای سرمایهداری و از جمله کشورمون خواهیم پرداخت امید داریم که برنامه امروز مورد پسند و توجه شما قرار بگیره با سلام و درود به شنوندگان و بینندگان تلویزیون راه کارگر و با سپاس از دستن کاران تلویزیون در برنامه رویدادهای سیاسی این هفته از اون جایی که ما داریم نزدیک میشیم به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها تمرکز را میذاریم روی مسئله آموزش و فضای آموزشی و مسائلی که هم معلمان هم دانش آموزان و هم دانشجوان دارن اون چرا که تو شرایط کنونی ما با وضعیتی دچار هستیم که آموزش به عنوان یکی از اصلی ترین یا قدرتمندترین بخش خدمات در جامعه و خصوص معلمان تو این رابطه به خود آموزش سیستم آموزشی به عنوان یکی از بزرگترین نهادی که به شکلی تسلط دین بر دولت را یا دین بر آموزش را نشونه رفته و مسئله سیاسی هست به شدت مورد توجه حاکمیت هست از قدیم یعنی ما با سه مقوله در رابطه با آموزش رو هستیم من یعنی نگاهی که حاکمیت جمهوری اسلامی داره به آموزش را از سه زاویه میشه مورد بررسی قرار داد به این خاطر هستش که فشار سنگینی بر بخش آموزش هست ما شاهدین هستیم که تعداد زیادی از فعالان سنفی معلمان در زندان هستند اونا را به جرم فعالیت‌های های سنفی به زندان های محکوم کردن و حتی در زندانی مثل زندان فشابیه آنها رو زندانی کردن از اون بر می‌بینیم که یک مقامت سازمان یافته سراسری نستوست معلمان هست برای خواست خودشون و نشون میده که مسئله کشاکش بین این بخش از جامعه یعنی بخش فرهنگیان جامعه در چه دانشجویان چه معلمان چه دانش و خانواده هاشون با حاکمیت یک مسئله بسیار جدی هست که میشه از زوایای مورد بررسی قرار داد برای اینکه ما یک چگونگی پیشبرد این مبارزه رو دقیق تر بتونیم بکنیم باید سه محور را مرتوجه قرار بدیم جمهوری اسلامی از ابتدا که حاکمیت خودش مستقر کرد به معنی حاکمیت دینی مسلمان بر دولت حاکم شد در زمینه آموزش سیاستی را در پیش گرفت که حاکمیت دین بر آموزش و بر علم را مسلط کنه اون شعاری را که زمانی به نام پیوند حوزه و دانشگاه مطرح کردن چرا برای اینکه از زمانی که حوزه آموزش از دست دینداران خارج شده بود دین مقوله شده بود که نمیتونست هم پای علم بره برای اینکه دین بر پایه جزمیات استواره بر داده های غیر قابل تغییر بر نمیدارم احادیث یا بر تمام اون تفکراتی که تفکرات غیر قابل تغییر هستند در حالی که علم مقوله ای است که با شناخت جدید روبرو هستش با تحقیق روبرو هستش با پرسش روبرو هستش با سوال مطرح هستش و همه مراکز علمی به طور مرتب با تردید در مورد یک حادثه پیش میرن تحقیق میکنن و به, به چیزی علمی موضوع رو بررسی میکنن این اون چیزی هستش که بخشی از دینداران تلاش کردن که بگن که میشه پیوندی بین علم و دین برقرار کرد ما تازه ترین این موضوع رو در همون مدرسه فیزی قوم دیدیم که رحیم پور از غندی اومده بود مطرح کرده بود که آره این آخوندهای سنتی سکولار هستن و مبلغ سکولاریزم هستن در حالی که دین باعث به مسائل علمی روز مثل مسئله مثلا مالیات مثل مسئله خوشسالی مثلا مسئله زیست پاسخ بده در حالی که دین اصلا توان پاسخگویی به این ارسار نداره چون دین اساسا با مقوله تردید با مقوله شک با مقوله پرسش مخالف هست همه چیز را به چیزهای قطعی مطرح کنند که فلانی این رو گفته پس باعث اون را اطاعت کرد خب اون برش از دیندارانی که متوجه شدن که این حاکمیت دین بر دولت و تضادی که تو این رابطه به وجود اومده در پایه های حکومت خودشون می پاشه به این نتیجه رسن که خب دین موضوع عبادیس ما باستی به عرصه شخصیات احوال شخصی متمرکز بشیم به نظریم که اینطوری از دست بره این به نظرم اون تضادی هستش که اون کسایی که در دولت هستن و حاکمیت هستن تلاش کردن که این دین را مدرنیزه کنن بگن دین میتونه به مسائل علمی پاسخ بده در حالی که می‌بینیم که در حالی که در دین ربا حرام هستش ایران بالاترین حجم ربا و بهره را میگیره توی بانکاش و حتی اون سامن الحججی که شکل گرفت اصلا برای دزدی سازمان یافته و ربای سازمان یافته بود به این چور پول جمع کردن یا بانک هایی که دیگه دارن یعنی ورشکستگی کامل اون اعتقاداتشون به شکلی سعی کردن که با پوشش های بسیار مسخره ای مطرح کنند و به شکلی به چپاول مردم بپردازن بدم پول مردم بخورم، بالا بکشن و به دولت بگن که تو از بودجه عمومی این پولا رو پرداخت کن بنابراین یک موضوع هست موضوع درگیری دین و, و علم درگیری که هر چند سال پیش هم خود علی خامنه رهبر رژیم این مسئله رو به شکلی مطرح کرد که اون چیزی که هست ما باعث علوم انسانی را تدریس علوم انسانی را در دانشگاه به شکلی حذف کنیم چرا برای اینکه علوم انسانی مسائلی است که خب به حوزه روانشناسی به موزه جامعه شناسی جمعیت شناسی اقتصاد و تمام این عرصه هایی که عرصه های تحقیق و تفاوز هست مطرح میکنه و سال تو ذهن افراد مطرح میکنه ممکنه در ریاضیات یا فیزیک مثلا قوانینی که تو اونجا هست تا شکل تا حدی پایدار باشه و اینقدر تو مسائل اجتماعی سال برانگیز نباشه ولی در حوزه علوم انسانی تمامش بر اساس سال هست در چه در جامعه شناسی چه در اقتصاد چه در جمعیت شناسی روان و مجموعه مسائلی که تو این رابطه هست همه با زندگی روزمره مردم سر کار داره و در رابطه با سوالهای اونا و مسائل اونا مطرح میکنه و مسئله پیش بنابراین یک عرصه, عرصه ای هستش که ما در درگیری بین علم و در دین در تمام چهل سال گذشته علم پیروز شده و دین شکست خورده و این چیزی است که داد و فریاد اینها رو از همه جا میشه دید و به نظرم اون سخنرانی ریم پور از غندی در قوم نشون دهنده این شکست بود که الان بخشی از روحانیت و بخش بخش سنتی به این که آقا ما باز پامون رو کنار بکشیم بیایم به این احوال شخصی مردم ببرد بپردازیم به همین به قول معروف نوندونی هم که داریم از دستمون نره چون دارن جامعه از دست میره و میبینیم حتی همین امروز هم حتی در مسئله که دوران محرم است و عزاداری امام حسین هست هم میبینیم اینجا یعنی نوعی این مردم دارم برخورد میکنن با مسئله مذهب که اون رو تبدیل کردن به یک موضوعی که تغییرات و تحولات گسترده ای درش میدن مثلا ما میبینیم که الان حتی نوح خانی مثلا بعضی از مداهان در یزد رو ممنوع کردن به خاطر اینکه اینها خارج از نوت میزنن حتی در اینجا هم که عرصه تخصصی دین هست دین با چالش روزامد شدن روبرو شده و مردم خط خودش رو پیش برن نیازهای خودش رو مطرح میکنن این یک عرصه است عرصه دیگه ای که ما باش به شکل خیلی گسترده ای روبرو هستیم رابطه سرمایه هست با علم همین الان دولت‌هایی که در جمهوری اسلامی بر سر کار بودن حداقل در سی سال گذشته دولت‌هایی هستند که سیاست های اقتصادی نئولیبرال دارند و این سیاست‌های های به شدت روی آموزش تاثیر گذاشته چرا برای اینکه اساس را بر کالایی شدن آموزش گذاشتن اونها حتی به اصل سی قانون اساسی خودشون هم پشت پا که آموزش حداقل تا بخش متوسطه باید رایگان می بود اونم در کشور نفتی که این همه امکانات اقتصادی داشت حتی زمانی که خمینی مطرح میکرد که اینطور نباشد که ما آن دنیای شما رو تامین کنیم این دنیای شما رو تامین میکنیم آب رو مجانی میکنیم برق رو مجانی میکنیم اتوبوس رو مجانی میکنیم خان شما رو صاحب خانه میکنیم اون وعده رو میداد خود در مورد آموزش هم اینا توی قانون اساسیشون نوشتن که آموزش تا متوسط مجانی است ولی همین الان سیستم آموزشی رو به شکلی سازمان دادن که حتی بعضی جوها که مثلا یک مدرسه ای در جای خوبی قرار داره به میشه زمینش رو ازش استفاده های دیگه کرد دارن میفروشن اونجا را و گذار میکنن به دیگران از اون مثلا شهریه دارم مطرح میکنن به تزینه های تحصیل را به اشکال مختلف چه با شهریه چه با پول نمیدونم کاغذ و قلم و کتاب و چیزهای مختلف از مردم دارن میگیرن و به شکلی به شکلی این موضوع را پیش بردن که بخش های آسیب پذیر جامعه و کم درآمد جامعه در زمینه آموزش با مشکل روبرو میشن اینه که ما هر سال آمار از تحصیل بازماندگان را آمارش گسترده میشه بیشتر میشه چرا برای اینکه اونها توان این که این مسئله را تأمین کنن ندارن یعنی ما با مقوله رو هستیم که کالایی شدن آموزش یا مسئله تر کارورزی یعنی شیوه هایی که برای این چپاول نیروی کار تحصیل کرده در پیش گرفتن خود این قضیه خیلی برجسته است یعنی ما تو زمین های مختلف میبینیم که سیاست های نیولیبرال در حاکمیت آموزشی و اون ترهای که برای سودآور کردن هست عملا آموزش را داره به یه عرصه چیز تبدیل می کنه تبدیل میکنه در حالی که آموزش یک عرصه درآمدزایی نیست یعنی یک بودجه که هر کشور میذاره روی آموزش سرمایه گذاری برای آینده است یعنی ما نگاه کنیم اگر مقایسه کنیم بودجه که تو ایران دارن میذارن مثلا سطح بسیار پایینی از بودجه را در تخص اختصاص دادن در حالی که کشورهایی که پیشرفته هستن، بودجه آموزیشون که میذارن برای اینکه سرمایه گذاری میکنن برای آینده ای کشور برای نیرویی که بایستی امکانات جامعه را سازمان بده خیلی بالاست مقایسه میزن بخوایم بکنیم کشوری مثل ژاپن 165 میلیارد یورو برای آموزشش سرمایه هزینه میکنه کشوری مثل آلمان 129 میلیارد داره سرمایه گذاری میکنه کشوری که خب بودجه سالانهش میزن چیز در روی 450 میلیارده یعنی تقریبا یک سوم یا مثلا 25 درصد بودجه را مثلا صرف آموزش میکنه برای اینکه سرمایه گذاری برای آینده میکنه یا انگلیس 80 میلیارد بودجه گذاشته فرانسه 79 میلیارد دلار ایتالیا 50 میلیارد دلار در حالی اینا وقتی نگاه میکنیم اون کشورهایی که موفق هستن مثل ژاپن و آلمان به خاطر اینکه در زمینه آموزش این سرمایه گذاری خیلی گسترده ای میکنن و سعی میکنن که پایه های علمی و آموزشی و نیروی انسانی آموزشیده خودشون رو تربیت کنن در حالی که توی ایران این سرمایه گذاری بسیار پایین هست و اونجا هم که مردم خودشون میکنن با مشکلات مختلفی رو هستن بنابراین اینجا ما یک مسئله است که حاکمیت سرمایه داری نیولیبرال در کنار اون قارتگرانی که هستند و سیاست قارتگری که وجود داره و در کنار بمانی دوم داره فشار میاره رو مسئله آموزش قسمت سومی که ما باش درگیر هستیم یک حکومت اقتدارگرای پلیسی است که آموزش رو هم خطری میدونه ما میبینیم که سیستم سرکوبی که اینا در پیش گرفتن سیستم سرکوب حاکمیت اونچنان بالاست و اونچنان خشن هست که تقریبا میشه گفت که بیسابقه است تو هر جایی که نگاه کنیم ما این مسئله سرکوب رو میبینیم اولا که در زمینه مبارزات سنفی تو هم اول صحبت هم, هم, گفتم که سرکوب معلمان و تمام فعالان سنفی معلمان به شکل سازمان یافته پیش رفته حتی در دیداری که شورای هماهنگی تشکل های سنفی داشتن با وزیر آموز پرورش در اونجا خب عزیز قاسم زاده مطرح کرد که من به خاطر یک آوازی که در کلاس برای بچه‌ها خوندم به فیلمش منتشر شد توی یوتیوب شش ماه براش زندان دادن یعنی تا این حد سرکوب سازمان یافته است یا خب کسایی که مثل محمد حبیبی اسماعیل عبدی بهشتی لنگرودی مجید اسدی به تمام این بزرگان معلمان که در زندان هستند خب به چه جرمی در زندان هستند این یک سرکوبی هستش که حاکمیت نمیخواد معلمان متشکل باشن خواستهای خودشون رو مطرح کنن و مسائل خودشون رو مطرح کنن ما دیدیم که در نشستی که بین هیئت نمایندگی یا شورای هماهنگی تشکل های سنفی با وزیر آموزش پرورش مطرح شد خب لیست خواستاشون رو مطرح کردن در اونجا یعنی خواست مختلفی که خب اعتراض به این مسئله سرکوب بود اعتراض به تفتیش ها بود اعتراض به نقش حراست ها بود در دانش در ها به خانه این شروع بدن که مسئله استقلال معلمان یا حق معلمان به شورای سیمفی در امورات مدرسه به رسمیت شناخته بشه مسئله معیشت اونا مطرح بود و مجموعه مسائلی که تو این رابطه مطرح است یعنی میبینیم که هم فشار اقتصادی سنگینی رو معلمان چون بودجه ای حداقل بودجه رو برای آموزش در نظر گرفتن و این بودجه به شکلی هستش که در معیشت معلمان تاثیر بسیار به سزایی داره و باعث اون هم تو شرایط اقتصادی حالایی که دیگه الان غیر قابل تحمل شده از اون بره ما با مسئله فشاری که حراست داره یا پرورشی ها دارن به شکل های مختلف و معلمان میبینیم شاهد اون هستیم از طرف دیگه ما با مقوله روبرو هستیم در حاکمیت اسلامی که مسئله آموزش را به عنوان یک ابزار سرکوب در حق تحصیل را و محروم کردن از حق تاثیر رو به عنوان یک ابزار سرکوب در نظر میگیره در این آخرین لایه‌ای که دولت داده برای قانون سنجش دانشجو به نظرم تو اینجا یک چیزی مطرح کرده گفته حق آموزش جز حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمیتواند به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی یه مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد خب این تا اینجاش خب عالی ولی بلافاصله ادامه داده در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرایم سازمان یافته قاچاق انسان محاربه و جاسوسی مستثنا هستند خب عملا اینجا حق تحصیل را از بسیاری از افراد گرفته به اتهاماتی که دادگاه های جمهوری اسلامی دربارهشون میگن خب حالا میبینید که خیلی آدم هستن که فقط به خاطر جرم اینکه که دو تابعیتی هستن محروم مال اینا مسئله تحصیل براشون مطرح نیست به اتهام جاسوسی بهشون میزنن یا مثلا فعالان محیط زیست را میگیرن در زندان میگن شما جاسوس هستین چون در فلان جا نمیدونم تشعشعات اتمی روی سوسمار دیده شده و شما اون سوسمار رو گرفتین مثلا یا مقوله محاربه را که الان خیلی ها را میگیرن به جرم محاربه ما همین الان شاهد اعدام سه تا جوان کرد بودیم که اتهام محاربه بهشون دادن که اصلا پروندهشون هنوز باز بود و اونها رو اعدام کردن حالا اگر اعدام نمیکردن بعدا از تحصیل محروم میکردن یا دانشجوهایی را که ستاره دار کردن یعنی حتی دولت روحانی که سیاست به نظر یک دولت اقتدارگرای پلیسی رو در سازمان میده این هم میاد مسئله ته محرومیت از آموزش رو به عنوان حربه میکنه خب ما در کنار اون میبینیم که بخشی گسترده ای از جوانان بهایی صرفا به دلیل که عقیده دیگه ای دارن محروم میشن احتمال هم داره که فردا بیان مثلا همین تعمین بدن به جوانان سنی مذهبی یا دراویش خب الان این جوانای دراویش که گرفتن حدود 250 نفرشون در زندان هستن در اون همه سال زندان بهشون دادن و اینا رو محکوم به عنوان محکومیت های قطعی کیفری میتونن فردا همشون رو از تحصیل محروم کنن دیگه یعنی یک نهاد پلیسی سازمان دادن که حق تحصیل رو به عنوان ابزار سرکوب داره به پیش میگیره ما در کنار این ببینیم که این محرومیت از تحصیل برای کسایی هستن که شناسنامه ندارن ما جمعیت گسترده ای از این بچه و کودکان بلوچ که اومدن در حاشیه شهر تهران هستن یا حاشیه شهرهای مثل مثلا گرگان و اونجا هستن یا اون بخش از کودکانی که پدر مادرشون یکی پدرشون افغان مادرشون ایرانی است اینا خب فاقد شناسنامه هستن دولت به اینا شناسنامه نمیده خب این محروم بودن اینا از تحصیل خودش واقعا جنایت هستش اینه که مجموعه شرایطی رو که ما در نظر میگیریم این هستش که آموزش را به عنوان یک ابزاری که نگاه امنیتی به پلیسی باش دارن دارن برخورد میکنن خب در مقابل این وضعیت هر نوع بیعتنائی و سکوت میتونه مشکل آفرین بشه تو آینده ما یعنی آینده کشور رو میتونه به لحاظ نیروی انسانی به لحاظ نیروی فعالی که میتونه جامعه رو اداره کنه با مشکلات خیلی جدی رو برو کنه اونا میخوان یک نیروی سربزیر حزب اللهی طرفدار خودشون ایجاد کنن نیروی دولتی ایجاد کنن نیروی حکومتی ایجاد کنن با در مقابل این اون چیزی که الان هست ما تو چنین وضعیتی که یک مجموعه کمپلکس ها و میور های مختلفی در هم تنیده‌ای هست در مزر... معیشت آموزش هست، مسئله حق تصمیم گیری هست تو اینها ما خود خوشبختانه با یک نهاد روبرو هستیم به نام شوراهای سنفی معلمان یعنی متشکل شدن معلمان تو این رابطه یا از اون ور تشکلهای سنفی دانشجوان باش روبرو هستیم خب همین مسئله ممکن به تدریج در بیان دانش آموزان هم شکل بگیره و اینجا هستش که میشه یک مقاومت سازمان یافته ای را شکل داد مقاومت توده ای را شکل داد و اعتراضات را به شکلی سازمان داد که بیشترین فشار را به حاکمیت بره و تو همه این عرصه‌ها در مقابل این حاکمیت مقاومتی را سازمان بدن که نگذارن ما با یک فاجعه آموزشی در آینده کشور روبرو بشیم فاجعه ای که میخواد اون نیروهایی را که دلسوز برای مملکت هستن را نا... ب... کنار بزنه و نیروهای فقط وابسته به خودشا جین ببینه این نظرم ما به این لحاظ هست که داریم وارد یه مر میشیم که بخش از معلمان در زندان هستن بخش از دانشجوان در زندان هستن تعداد زیادی از دانشجوان پرونده شدن و اینجا یک مقاومت اعتراض سازمان یافته به توده ای که بتونه فراگیر باشه و گسترده باشه یک ضرورتی هستش که میشه روش فکر کرد و رو باز پیدا کرد و اساس هم باز این باشه که هر چی بیشتر این حرکت گسترده بشه فراگیر بشه پایه های داشته باشه تا بتونه تاثیر گذار باشه یعنی این مسئله اگه بتونه که در سطح مدارس در سطح دانشگاه و در سطح معلمان دانشجوان و دانشجویان و استادان پیوند بخورن با هم دیگه میتونه یک قدرتی باشه که حاکمیت نتونه به راحتی سرکوبش بکنه. سلام به شما رفیق روبن مارکاریان و سپاس از اینکه این هفته هم در خدمت شما هست منم درود میفرستم به تو رفیق داریوش و همه بینندگان گرامی تلویزیون راه کاریش کردم در فرصت مختصری که در اختیار داریم به چند موضوع مهم سیاسی در سطح بین المللی و و بپردازیم و اگر اجازه بدید شروع بکنیم از توافقی که امروز اعلام شد بین پوتین و اردوغان امروز 17 سپتامبر که برنامه رو ضبط میکنیم در سوچی اعلام شد که بر اساس توافق بین پوتین و اردوغان قرار از ظاهرن حمله نیروهای نظامی مشترک روسیه و دولت سوریه به استان ادلب متوقف بشه در حالی که مدتی قبل در کنفرانس تهران هم روسیه و جمهوری اسلامی علا مخالفت های اردوغان اعلام کرده بودند که منطقه باید از نیروهای جهادی پاکسازی بشه و به هیچ وجه کوتاه نخواهند در همین ارتباط آمریکا و اتحادیه اروپا هم عکس نشون دادن و از مدتی پیش هشدار میدن که قرار ظاهرا تلفات شدید انسانی در این منطقه شاهدش باشیم از خطر حمله شیمیایی صحبت میشه قبل از اینکه حملات شروع بشه و اینا موضوع مورد سوال این است که ظاهرا نه دولت روس... سوریه و نه جمهوری اسلامی در این توافقی که امروز اعلام شده شرکت داده نشدن در این توافق گفته شده که روسیه دولت سوریه رو بعدا در جریان توافق قرار خواهد داد ولی ظاهرا روسیه و ترکیه برخلاف اون توافقات کنفرانس تهران جمهوری اسلامی رو به نوعی کنار گذاشتن این قضیه رو چطور میشه ارزیابی کرد و با توجه به کل مسائلی که در ارتباط با جمهوری اسلامی در جریان بوده و هست بله خب واقعیت اینه که در بخشهایی غیر از بخش کردنشین اساسا نیروهای جهادی و همینطور ارتش آزاد سوریه که وابسته به ترکیه هست و به عنوان یک نیروی توی گیومه جهادی میانه رو محسوب میشه اینا همه رانده شدن به استان ادلب و در اونجا جمع شدن و اون تصمیمی که در کنفرانس تهران گرفته شد مبنی بر این بود که روسیه و دولت سوریه حمله نهایی رو با کمک جمهوری اسلامی انجام خواهند داد برای اینکه این استان رو پاکسازی کنند این استان یه استان نسبتا کوچیکه ولی سه میلیون جمعیت داره به خاطر اینکه بسیاری از مناطقی رو که در سوریه دولت روسیه با کمک ارتش سوریه و حزب الله و جمهوری اسلامی پاکسازی میکردند. در یک مواردی توافق میشد که جنگ ادامه داده نشه و این جهادی ها همراه با خانواده هاشون به اونجا انتقال داده بشن که این کارم انجام شد الان ارزیابی میشه که حدود بیش از ده هزار جهادی همون که القاعده سابق هستن در اونجا جمع شده اخیرا یکی از فرمانده های نظامی آمریکا در خاور میانه گفت که در واقع ادلب یک محلی است که تا حالا سابقه نداشته این همه القاعده در اونجا جمع بشه یعنی کلکسیونی از شاخهای مختلف القاعده است که اونجا جمع شدن و اونها مدت سنگر کندند تونل کندند و آماده شدند برای اینکه از غیر نظامیان هم یک سپر انسانی درست کنند. خب طبیعی است که این همه نیروهایی بودن که با کمک ترکیه اصلا تونستند تسلیح بشند پولها و تصنیحاتی رو که کشورهای عربی و شیوخ خریج فرس عربستان میدادن از طریق ترکیه به اینجا منتقل شده و ام اگر این جنگ شروع می شد که طبیعتا یک جنگ بسیار خونین و احتمالا خانه به خانه بود به خاطر اینکه این, این جهادی ما در موسل دیدیم که پیروزی دولت عراق همراه با حمایت هوایی متحدین و آمریکا و همینطور جمهوری اسلامی چه تلفات عظیمی رو به همراه آورد و عملا جنگ خانه به خانه شد و مدت که محسن هنوز از عواقب اون جنگ خودش رو راه نکرده علاوه بر تمام ویرانی هایی که ایجاد شده خب در اینجا نکته مهم این هست که یک توافقی شده بین دولت ترکیه اردوغان و پوتین اینها با هم یه معاملاتی کردن که این معاملات از بالای سر دولت سوریه است که کشور سوریه در اونجا دولتش ببخشید عملا هیچ نقشی نداره در یک چنین توافق تعیین کننده و حیاتی و حق حاکمیتش اصلا طبیعتا دود شده به هوا رفته با دولت اردوغان که البته واقعیت اینه که ترکیه هم الان یک بحران اقتصادی مهمی رو تجربه میکنه و همینطور درگیر هست با فشارهای آمریکا به خاطر مجموعه اختلافاتی که هم با ناتو و هم با متحدش آمریکا داره بنابراین اگر اردوغان میخواست وارد این جنگ بشه و از نیروهاش حمایت کنه و اینها خب طبیعی بود که از نظر سیاسی دچار صدمات زیادتری میشد و با توجه به اینکه خب سه میلیون انسان رو در اونجا همه رو جهادی هم نمیتونستن سپر انسانی بکنند یه موج جدیدی از پناهندگان سراسیر میشدن به ترکیه که بازم اون عواقب سیاسی داشت و میتونست مجموع بحرانهای ترکیه رو تشدید کنه در اینجا ترکیه به نوعی وارد معامله شده با روسیه و قرار شده که از طریق نفوذی که داره این جهادی ها بیان و سلاح های سنگینشون رو همه رو تحویل بدن به ترکیه و اینها برن به طرف منطقه شمالی تر استان ادلب که در واقع در مرز سوریه است چون پشت ادلب سوریه است دیگه و به نوعی در این فاز یک مرحله پیش بیاد که جنگ خانه به خانه و سنگر به سنگر در ادله پیش نره به روسیه خب یه امتیاز مهمی گرفته و ترکیه هم تلاش میکنه که صدمات این جنگ رو به حداقل کاهش بده این از این بابت است اینکه آیا جهادی ها واقعا حاضر بشن به این مسئله تن بدن و تا چه حد خواهند داد و تا چه واقعا ترکیه و روسیه این توافق میتونه به نوعی اونها رو خل اصلاح کنه به صورت مرحله ای اون علامت سال داره در آینده باید اونو ببینیم چون واقعیت اینه که شما بسیاری از تجارب نشون داده مثلا در جنگ افغانستان موقعی که ارتش روسیه بود وقتی که آمریکا طالبان و اون جهادی ها رو تقویت نیروهای اسلامی رو تقویت کرد بعدا دیدیم طالبانی در آمد که در برابر خود آمریکایی ایستاد این نیروهای افراطی جهادی خودشون اینطوری نیست کمک ها رو میگیرند و از کمک دهنده اینطوری نیست کاملا تبعیت کنند گاهی از کنترل اون خارج میشن به حال این مسئله است که در اونجا داره اتفاق میفته در این فاز مشخص جنگ داخلی یک نکته مهم که اینجا وجود داره مسئله کورداس در واقع اردوان در این توافق اعلام کرد خطر اصلی جهادی و ارتش آزاد و اینا نیستن کردها هستن و در واقع به نوعی میخواد از این معامله استفاده کنه از این امتیازی که داده و دولت سوریه و روسیه رو کیش بده به طرف اینکه اونها مناطق کردنشین رو که الان 25 درصد کل سرزمین سوریه رو اینها در تسلط خودشون دارن به قول معروف جنگ داخلی رو به طرف کردها حمایت کنه که البته با توجه به اینکه کردها مذاکره با دولت مرکزی شروع کردند و حالا این در این معادله پیچیده ناچارند عمل بکنند و حالا با تمام پیچیدگی های قضیه بعید به نظر میرسه که اردوغان بتونه در این مسئله موفق بشه ولی مسئله مهم دوم که من اینجا میخوام برگردم اون این هستش که روسیه در واقع حاکم الان سوریه شده همین توافق نشون داد که این روسیه است که مسائل سوریه رو حل و فصل میکنه و دولت سوریه و متحد اصلی یعنی ایران اینجا نقش درجه دومو داره واقعا اصلا در این تصمیم نهایی که گفته شده که دولت روسیه بعدا توافقات رو به اطلاع دولت سوریه میرسونه نشان دهنده این هست که در حقیقت در دولت سوریه دیگه قدرتی نداره و مهره بازی ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک روسیه است و همینطور دولت جمهوری اسلامی و اینجاست که ما میرسیم می دقیقا و اینجاست به این نتیجه میرسیم که جمهوری اسلامی که این همه در واقع چسبیده و سرمایه گذاری کرده تلفات انسانی رو اونجا تحمل کرده سالهاست چند دهه کمک های مالی عظیمی در سوریه سرمایه گذاری کرده اینجا ببینیم که نقش هاشهی و درجه دوم داره و اون هم تبدیل شده به یکی از مهره های بازی دولت روسیه که اون دفعه هم میگفتیم دیگه اون سیاست نشرقی, نشرقی نغربی شده هم شرقی و در این رابطه طبیعی که ما در تظاهرات متعددی که مردم ایران انجام دادن و الان با توجه به وضعیت بحران اقتصادی که در ایران وجود داره فشارهای عظیم و سنگینی که به اکثریت مردم وارد میشه ما پیام مردم ایران در این زمینه کاملا روشن بود سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن اینطوری و خود همین حوادث در واقع نشون میده که توده مردم ایران عموم مردم آزاده ایران دقیقا به نقش ارتجایی دخالت های منطقه جمهوری اسلامی پی بردن و واقعا کارد به استخونشون رسیده و خواهان این هستن که این سیاست ها بهش پایان داده بشه و این موضوع بسیار اولا که امروز در ابتدای این حملات هستیم و قاعدتا در هفته های آینده میباید بیشتر باز پرداخت با توجه به روشن شدن هرچه بیشتر جوانه به ماجرا و امیدوارم که بتونیم باز به این قضیه برگردیم با. اگه اجازه بدید به, موضوع دیگه که این هفته به نوعی سالگردش بود مسئله بحران اقتصادی 2008 بپردازیم 15 سپتامبر امسال درست ده سال از اون خبر وحشتناک ورشکستگی اون بانک لیمان برادرز گذشت که به دنبال خودش یکی از بزرگترین بحران های نظام سرمایهداری در دوره معاصر رو همراه داشت اگه اجازه بدید یک سوالی بکنیم که یه توضیح مختصر بدیم که این بحران چطور به وجود اومد و اون عواقب بیواستش چی بود بعد بتونیم سوال دیگه رو در همین رابطه مطرح کنیم بله ب... اگر بخوایم به صورت خلاصه به عوامل این بحران بپردازیم این ای عامل اصلی این بحران تکفین سرمایهداری در بعد از جنگ جهانی دومه که سه دهه بعد از اون دوره شکومند که گفته میشه دوره طلایی رشد بعد از جنگ و رقابت با رقابت غرب با اتحاد شوروی و پایگذاری دولت رفاه بعد از سپری شدن اون سرمایداری با بحران مواجه شد که اون چرخه نیولیبرالی به تدریج تکوین پیدا کرد به صورت سه معلفه خیلی بزرگ و یکی از معلفهاش معلفه تعرض نئولیبرالی نی... بود به موقعیت طبقه کارگر و دستاورت هایی که داشتن در این دوره که از جمله قدرت جنبش سندیکایی تشکل های بزرگ کارگری و همینطور اون دستاورت های رفاه اجتماعی در داخل بود خود همین مسئله باعث شد که این انباشت سود در بین اون عقدیت حاکم افزایش پیدا کنه و از عرصه تولید و اقتصاد واقعی به عرصه سفته بازی و بخش مالی انتقال پیدا کنه در این و از طریق این به نوع اقتصاد کازینویی سودهای کلان در این عرصه چی بشه به دست بیاد و انباشته بشه و چه دیگه جهانی سازی بود معلفه به جهانی شدن سرمایه بود که باز امکانات بسیار عظیمی رو برای سوداندوزی اقلیت هرچه محدودی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری باز کرد و این جهانی سازی این بود که تمام درهای اقتصاد کشورها و به ویژه کشورهای حاشیه و حالا جهان سوم و چهارم بر روی عملکرد انحصارهای انحصاری چند ملیتی سرمایداری باز بشه مجموعی اینها این شد که یک عدم توازن اساسی به وجود اومد بین اقتصاد واقعی و اقتصاد مالی و اقتصاد بخش مهمی مثلا ما شاهد این بودیم که در بخش اقتصاد مهمی یا بخش اقتصاد مالی سود بالای 20 درصد 20 25 درصد شد در حالی که در بخش تولید و خدمات این در حدود 10 و تا 15 درصد بود همه اینها باعث شد که این ابرهای بحران متراکم شدند و این سیستم که فاقد مثلا پشتوانه بود این چیز ب... 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 بزرگ این گلوله بزرگی که هرچه بزرگتر شد بزرگتر شد این در ارتباط با ورشکستگی مالی به یک بحران جهانی مبدل شد که این بحران جهانی خودش رو در رکود اقتصاد در بیکاری های بسیار وسیع نشون داد کشورهای دولت های سرمایه داری بلا فاصله برای نجات کل سیستم اومدند و مبالغ عظیم و هنگفت پول که شامل 15 تریلیون دلار بود در واقع به بانک ها به بانک هایی که بانک های خصوصی بودن تزریق کردن چرا که لیمن برادر نشون داد که اگر این روند ورشکستگی ادامه پیدا کنه خود کل سیستم دچار زوب شدگی و فروپاشی میشه و این پول ها چه پول هایی بود؟ پول هایی بود که مالیات کارگران و زحمت کشان از بودجه عمومی اومدن این پول ها رو منتقل کردن به بخش خصوصی به این معنا که ضررهای بخش خصوصی رو در واقع اجتماعی کردند و به مردم تحمیل کردن در نتیجه بدهی هایی که ناشی از ورشکستگی بخش مالی بود به دولت ها منتقل شد اون موقع دولت ها چیکار کار کردن؟ دولت ها اومدن برای ایجاد تعادل از بودجه تامین اجتماعی زدن و سیاست ریاضت اقتصادی رو اجرا کردن این سیاست های ریاضت اقتصادی که در آمریکا همراه البته با اون کوانتیتیو ایزینگ یعنی تزریق پول کاهش نرخ بهره تقریبا صرف کردن نرخ بهره بود برای اینکه نذارن که سیستم پایین بیاد در اروپا به چه شکل در اومد در اروپایی که شده بود اون پرستندگان نئولیبرالی دنبال اون اردوی آمریکایی و بهشت آمریکایی خودشون شدن در واقع تبدیل شد به یک بدهی عظیم دولتی و بحران یورو که بسا تولور اونو ما در یونان دیدیم و در نتیجه اون مرکز بحران از وال یا از آمریکا به اروپا ادامه پیدا کرد و این موج همینطور به صورت بحران های مختلف به صورت با توجه به اینکه تنها کاری که بانک های مرکزی و دولت های سرمایداری انجام میدادن این بود که پول تزریق کنن بخش مالی رو از بحران نجات بدن و این و دولت ها رو بدهکار کنن و فشار منتقل کنن به اکثریت مردم بنابراین الان هم که ما میبینیم هنوز مجموعه عواقبی که اون بحران داره ادامه داره بله من خاطرم هست که درست در بعد روزهای بعد از ملاقات اوباما با مسئولین وال استریت نماینده جریان سیتی گروپ از بزرگترین بازیگران وال استریت اعتراف میکرد در مصاحبه که میگفت ما اون موقع قبل از اینکه اوباما رو ببینیم و مذاکره بکنیم آماده بودیم که هر چی که میخواد بهش بدیم یعنی بازگشت به اون دوران به دولت نیو دیل دوران بعد از جنگ جهانی دوم و, و خودشون تعجب کرده بودن از اینکه اوباما گفته بود که من خرجتون رو میدم اون جمله معروفش که من در مقابل اون بین شما و مردم خشگینی که با سرنیزه به طرف شما میان خواهم ایستاد چقدر دولت های سرمایه داری از آمریکا گرفته تا جای دیگه تونستن با اون عواملش عوامل بروز بحران در حقیقت مقابله بکنن و اصولا در فرصتی که دوست داشتم اگر این قضیه به نوعی به وضعیت بحران اقتصادی کنونی که در ایران هم از جمله شاهدش هستیم وصلش بکنیم و با سیاست های مشابه که جمهوری اسلامی در مقابله با بحران در پیش گرفته چه درس هایی میشه از این قضیه گرفت یعنی جنبش کارگری به سوسیالیستی در حقیقت چه تجاربی رو از این واقعه در حقیقت با خودش به همراه برمید بله در واقع بعد از این روز این بحران 20 کشور سنتی در جلسات خودشون تصمیم گرفتن که اون بخش مالی رو تحت کنترل قرار بدن مثلا یه تست بکنن بانک رو از نقطه نظر اینکه اینها در برابر برشکستگی تضمین بشن قوانین بذارن برای جلوگیری از اه اون سخت بازی های خیلی مهار گسیخته همه اینها ولی من به طور خلاصه چون وقت نداریم وارد جزئیات بشیم هیچ کدوم از این قول ها اجرا نشد عملا اینطوری شد که با این بحران بدهی ها که بخش مالی درست کرده از طریق بدهی یعنی بدهکار کردن دولت ها و بدهکاری و انتقال هزینه بدهی به پایین در واقع بحران رو مهار کنند حاصل اون چی شد؟ حاصل اون شد در حقیقت یک عدم برابری بین همون 99 درصد و یک درصد دیگه ما در این دوره ده ساله شاهد رشد عظیم شکاف بین یک اقلیت بسیار محدود یک درصدی و اکثریت جامعه بودیم خود این باعث شد که جنبش های مهمی شکل بگیره همین وال استریت را اشغال کنیم جنبش میدان ها جنبش خشم بهار عربی مثلا یکی از دلایل در 2011 مثلا به وقوع پیوست بعد همه اینها اون مقاومت هایی بود که این فشارها و این عد عدم تعادل ها به وجود آوردن همینطور میتونیم اشاره کنیم اون چیزی که ما امروز به صورت واقعی شاهدش هستیم این که تمام اون نظام سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم که ثبات سیاسی رو برای کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری رو تضمین می‌کرد اون در حال فروپاشی هستش مثلا نمونهش انتخاب خود ترامپ نمونش برکسیت نمونهش کشورهای اروپایی و در هم ریختن در کشورهای اصلی احزاب اصلی که سالها به تواتر اینها اکثریت خیلی قوی رو میتونستن داشته باشن و هژمونی خودشون آخرین نمونهش سوئد هستش که واقعا یک ویترینی برای مثلا یک سرمایهداری به اصطلاح سوسیال بود و به ثبات و اینا همه اینها به هم ریخته در متن این ما شاهد این هستیم که هم راست جدید رشد میکنه در قبال فروپاشی در برابر فروپاشی اون سیستم گذشته و بحران نمایندگی یعنی درسته که بحران اقتصادی تا حدی کنترل شده ولی این بحران خودش رو به اشکال مختلف نشون میده از جمله بحران نمایندگی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری و یکی از مسائل خیلی مهم اینه در اینجا که چرا این بحران به وجود اومد چرا مثلا در اون سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم به وجود نیامد مثلا چرا در آلمان که اون موقع از ترکا رو ایتالیایی ها و ها رو در مقیاس واقعی آوردن در کشور آلمان برای بازسازی هیچ نوع بازخورد راست جدید وجود نداشت علتش این بود که در اون موقع سیستم تمین اجتماعی بود و الان که این نابرابری ها ایجاد شده است که راست جدید میتونه به تازه و پیش بره در اینجا خیلی مهم اون چیزی که ما در مورد ایران میتونیم از این نتیجه بگیریم اون مسئله مبارزه برای یک تمین اجتماعی فراگیر هست که الان مردم ایران در این بحرانی که باش دست و پنجه نرم کنن و فشارهای شدیدی که بهشون میاد میتونه یکی از سنگرهایی باشه که موجودیت اونها رو بتونه در یه حدی که بتونن زندگی خودشون رو ادامه بدن اینها رو حفظ کنه و میدونیم که در واقع جمهوری اسلامی هم این فشارها رو از طریق خصوصی سازی هایی که ها اون نظام که وجود داره داره هر بیشتر به مردم و به طبقه کارگر و به اون عموم توده های پایین منتقل میکنه این مسئله خیلی مهمه از این نظر که هم میتونه اون جنبش کارگری و جنبش اردوی کار و زحمت ستمکشان رو در یک روند عمومی در یک پیکار عمومی اینها رو با هم متحد کنه و هم میتونه اون تضمینی بشه برای اینکه در آینده ما میتونیم پایه های دموکراسی رو در ایران محکم کنیم و بنابراین ما و باز اون رشد و شکوفایی جنبش کارگری و قدرتش در بعد از جنگ جهانی دوم و تعمیق دموکراسی تا اون حدی که تحمیل کرد جنبش کارگری مرهون همین مسئله بود که تونست به برابری رو احیارش رو به اونجا بالا ببره و الان این مسئله برعکس میشه ما هم اگه در پی این هستیم که یک جامعه رو بنا کنیم که درش واقعا دموکراسی آزادی و تصمیم بشه این بدون برابری نخواهد شد و برای این برابری باید سنگربندی کرد و برای این سنگربندی باید زمینه های اجتماعی رو در مبارزه امروز تمین کرد برای ما علاوه بر اون چیزی که برای فردا هست در امروز امروز که ایران و جامعه ایران زیر پتک شدید این بحران اقتصادی است برای موجودیت بسیار به اکثریت مردم ایران این امر امر حیاتی هستش بینندگان عزیز به پایان برنامه امروز میرسیم تا برنامه بعدی در روز جمعه اوقات خوشی رو برای شما آرزو داریم شاد و پیروز باشید